همچنان خیره است. عکسی از اتاق کار نویسنده را به خاطر آورد. جزئیات عکس را بالا و پایین کرد و بعد به اجزای عکس خیره شد. انگار دنبال چیزی می‌گردد. اکنون قسمتی از تصویر که در آن در ورودی دیده می‌شود، زل زده است. صدای بگو مگوی پشت در بلند می‌شود. تمام حواسش به همان در و به همان صداست. به یک بار در باز شد. دو نفر او را به داخل هل می‌دهند. زمین می‌خورد. نفس نفس می‌زند. اولی گفت: راهش فراموشیه. آدم باید بعضی از چیزها رو فراموش کنه. جواب داد: دست خود آدمه مگه؟ نفر اول به تنه ادامه داد: آره فکر کنم بشه، ما سعیمونو میکنیم. باد میومد و بیرون همه چیز به هم ریخته بود. درست همین لحظه صدای زنگ آیفون چند بار زده شد. با عجله از اتاق بیرون رفتم و روی میز کارش نوشته ها رو در قفسه پشت کتابا گذاشتم. صدای زنگ آیفون دوباره تکرار شد. داشت شب می شد و من همه چراغا رو روشن کردم. نسیم جان اینو بزن. باشه. مرسی آقا. خواهش می‌کنم. بزن میبرم. نه من اینا رو بردارم تو نایلا تو برام. باشه. چقدر خوشگل و شیکه، چقدر این شاله میاد. دست در نکنی، چرا این کار کردی؟ کاری نکردم که، فقط یکم دوگمه هاش شله اب نداری میدوزمش. با کی رفتی؟ کی رفتی گرفتی؟ آینه قدیه رو کجا گذاشتی؟ کی بود؟ ایوبه، خرید کرده واسه گالری. چی خریده؟ پرتوپه. ولی به نظرم پایان قبلیه خیلی بهتر بود. دوستش دارم. کدومشونو؟ اولیه. نکشینو دیگه. دکتر صد بار گفته سم بباسد. خب نکشینو. این پنجره ششوری باز میشه. اون در وسطی دستگیرش پایینه، بکش. برای سلامتیت خوب نیست، نکش. این خرابه، این شیر خرابه. بابا بگو رضا بیاد اینا رو درست کنه. گفتم بیاد درستش کنه. آره این اولیه بهتره. نمیشتم. چی شد؟ چی شدی؟ وای بذار ببینم. ببینم دستته. اوه 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 بریده. تکون نخوری یه دقیقه بس. چی کار میکنی با خودت؟ مراقب خودت نیستی. یه ذره میسوزه. دستای تو هم که سرده. یه چیزی بپرسم؟ بپرس. دکتر چی گفت؟ هیچی. گفت باید داروهاشو بخوره، 6 ماه دیگه باید بری پیشش. چرا راستشو نمیگی؟ ما راستشو گفتم. صدات راست نمیگه. گفت خوب میشی. آره خوب میشی. اون واقعا چی گفت؟ گفتم که خوب میشی. چرا باورت نمیشه؟ بگیریم بس. یه دقیقه تحمل کن. آها سرم که گیج میره دیگه اینجا رو نمیبینم.
کوری فقط تاریکی نیست، نگران چشمام نیستم، نگران اون چیزایی هم که دیدم. نگرانم نکن اونجور که دیدم دیگه یادم نیاد. رویا هنوزم دوستم داری؟ چقدر دستات سرده؟ داری گریه میکنی؟ نه گریه میکنی. صورتت خیسه. باز که تو ماتشونه نکردی؟ تولد مبارک. تولد تو سایه. فردا میریم پیش سایه. یه سالش میشه نه؟ پروندهش تو درایو دیه، اگه اتفاقی افتاد تنهاش نز. چی داری میگی؟ هیچ وقت از سایه برام نگفتی. دوستم ببینمش. الان فقط دیگه تو تاریکی چیز داره سوسو میزنه، انگار شمع تولدت. فوتش کنی اونم خاموش میشه. شب نشده همه چراغا رو روشن میکنم. یا باید همه جا روشن باشه یا تاریک تاریک. من از موندن زیر نور کم می‌ترسم. منه. باشه 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 دیگه. خرید کردی؟ آره. خب بگیر از آن سنگین. نمیرسیدیم که امروز. چرا نمیرسیدیم؟ قربونت بشم با هم میرفتیم میگرفتیم. مای ظرفشویی و میبس فقط. رامین اومد؟ نه. رویا جان از این سوپری اصلا خرید نکن، این اصلا نمیذاره سوا کنی. الان برات یه چیزی گرم میکنم بخوری. برای من گرم نکن، من گرسنه‌ام. به نمیشه که. گفتیم آخه ماما راستی زنگ زده، کلی تشکر کرد و اینا، گفت مثل که به گوشی خودت هم زنگ زده، در دسترس نبودی. صحبت کردیم با هم. خب گفت امشب پاشین بیاین اینجا. گفتم حالا یه شب دیگه. رامین من مگه خاله بازی هر شب هر شب؟ دو دست نزنی به چیزی ها. چی شد؟ بده بریم. مینا اینا تو ماشین منتظرن. زنگ میزن بگو بیام بالا، طول میکشه. چرا؟ دارم خروجی میگیرم. سه روز داری خروجی میگیری تو؟ آره دارم خروجی میگیرم. دارم گنده ایتا رو درست میکنم. سلام. بگو بچه‌ها بیان. سلام جان. خوبی؟ چطوری؟ اوضاع خوبه؟ قربانت، مرسی. الو مینا جان. بده من باشه. یه چند لحظه. ببخشید. اون لیوانا رو برده بیار بالا. مینا جان. اینو بگو. تا اینجا اومدی بالا نمیاد. من زنگ زدم من جواب ندادم. منم زنگ زدم. خاطر بالا خاطر دست نگو. جواب ندادم. ببینم. بریم. بیا. چی گفت؟ شنو خواستی بگه؟ کلیت تو شاکی بود. از من شاکی بود؟ برای چی از من شاکی بود؟ من واسه من شاکی باشه. چرا دیگه این مونده؟ دست نزن با نه خواهیم سه روز دیگه طول میکشه؟
مینا جان بیا بالا. رویا در باز کن. سلام چطوری؟ سلام عزیزم. دیدی تراشش و خاله برای سر نخه تراشه مونده. حامد جان سلام. حامد عزیزم کتی رو روشن میکنی؟ ممنون. چه خبر؟ هیچی. تو چه خبر؟ چی کار میکنی؟ حال مال چطوره؟ خرید مریض چی کار کردی؟ خرید که یه چیزایی گرفتیم، ولی واقعا هنوز دو تا تیکه چیز درست حسابی واسه این بچه نگرفتیم. آره دیگه، قبل از اینکه خودش بیاد اول سرکله اینجور چیزاش پیدا میشه. من که تا ماهای آخر دارم میخواست بدونم پسره یا دختر. حسم بهم گفت پسره، ولی دیگه حرف آقارامی حساب در اومد. چقدر شما صبوری، ما اسمش هم انتخاب کردیم. چی گذاشتی؟ سایه. البته حامد میگه آوا. ولی سایه قشنگه. سایه قهوه که میخوری؟ یه کوچولو زود باید بری. باشه. چی کار میکنین شما ها؟ خانومی شده دیگه علمی رو برای خودش. خانوم ببین حواست باشه، من اصلا هیچ ربط به این داستان ندارم. اصلا نمیدونستی؟ معلومه که نمیدونستم. اومد گفتش که فرهاد کجاست؟ گفتم جلسه داره. گفت با کی؟ گفتم بیژنی. خانم بیژنی چیه؟ نه آقا، برای جفتونم توضیح داد. شما داشتی با کی نمیدونم چت میکردی؟ اینو داشته باش. چت چیه؟ برات گفتم دیگه رویا. اصلا میتونی چت اومد کلی هم سفارش کرد. تو هم اوکی اوکی میکردی؟ ببین قشنگ نظر به من توضیح بده ببینم چیه. ببین خانم فرهاد اومد دوید دو اتاق درم بست. بس صدای شکستن شیشه اومد. خانم فرهاد اومد تو اتاق درو بست. بس صدای شکستن شیشه اومد. یعنی پرت کرد طرفش؟ نه بابا، این عصبی بوده، یه چیزی رو ول کرد تو دیوار. حالا اصلا بهش نمیاد. ولی مگه تو دیدیش؟ آره. من اصلا صد دفعه به تو گفتم این مسئله به تو ربطی نداره. چرا دخالت میکنی؟ با دخالت چه؟ من میگم الهام خانم زیادی روشن فکره. خانم آقا فرهاد میگه به من گیر ندید کجا میرم. مورون چی؟ چه خبر بوده؟ شما بده نه خراب نکنی. چشم آقا مال سایه خانمه. برو بذار سر جاش. آوا اتفاقا رویا گفت دوست داری آوا باشه. نه اصلا بحث دوست داشتن نیست، مگه سایه اسم هست؟ یعنی چی؟ سایه هم قشنگه، آوا هم قشنگه، هر دوش خوبه. چه اسم المیرار هم رامین انتخاب کرد. کلی هم اسم انتخاب کردیم ولی دیگه حرف رامین شد. راست میگه، ما اولش کلی اسم انتخاب کردیم ولی آخرش همونو شد که از اول میخواستیم. اصلا بحث اینه که اسم باید اسم باشه دیگه. آره. این فرهاد اصلا کار خوبی نمیکنه با خودش اینجوری رفتار میکنه. باید ببینید زنش چیکار کرده، حتما یه دلیلی داره دیگه. با من میگم اگه قراره هر جا میخواست بره اون نگی، بس چی ازدواج کرده؟ آره ولی قرار نیست دیگه، هر کی ازدواج کرد نتونه خودش باشه که. نه ببین روجا، اینجوری هم که میگی نیست. مثلا خودت حامد نمواد بدونی با کی میری، با کی میای، کجا میری. اصلا حامد تو بهت بر نمیخوره؟ نفهمی رویا با کی میره، کی میاد؟ اعتماد که دیگه تو زندگی نباشه دیگه. بعد من واقعا نمیفهمم روژا فکریا رو، یکی به اسمت استقلال و تنهایی با دوستاش قرار بذاره بعد نگه. واقعا نمیفهمم. منم نمیفهمم، واقعا نمیفهمم. مثلا شما پا میشی با دوستات میری کوه و اینور اونور، اینا اصلا کیان چیان تو نمیپرسم. میتونی؟ چیزی که منم نمیگم، من آخرین بار نگفتم که با مرتضی اینا دارم میرم. آره یه گروه 7-8 نفره که اتفاقا شش هفتهشون دخترم میشن مرتضی اینا. حالا دختر باشم بابا. اصلا دختر بودنش مسئله نیست حامد جون. مثلا اینکه مرتضی اینا تمام. اولا 7-8 دختر نیستن، 4-5 تاشون دخترن. بچه‌ام تو نپرسی میگم، من بهت نگفتم. میخوای اصلا باشو با اون بیا. من میام کو. من یه وقتایی واقعا مینا رو نمیفهمم چی میگه. شما میفهمی چی میگه؟ راحت باش، منم نمیفهمم. قهوه تو بخور. سرد شد و بخوری. هر وقت دوست داشتی. اینجا. خیلی وقت بیا. شما ها میفهمی، شما ها بگین اگه بحثی و بیخوری عادت دارم همیشه شروعش میکنم. شب دیره نکنی اینا. الان بیام شب هم بیام. خب یه روز دیگه قرار میذاشتیم. بیا این تموم شد، اونم تموم شد. کیا میان شب؟ اون بچه های خودمون هم دیگه. فکر کنم فقط یه چند تا از دوستای رویا میان و فریبا و افشی. اه؟ فریبا میان؟ خب میگفتی ما مجردی میاییم دیگه. خجالت. Bye.
چیشو؟ من میگم بشین دخترم بشین. چرا حرف منو گوش نمی‌کنی تو؟ این گلدون انداخته. حواست کجا بود؟ این نداره چیزی نشه. من می‌کشم. یه دستمالی چیزی به دلای فقط بشم. کلا مینا حواس پرته. آقا ولت کن تمومش کن دیگه، گلدون افتاده شکسته فلای سرش. آمه جان تو رو خدا ببخش. اصلاً عیبی نداره. یه دقیقه مادر ما بشین نگاه من. خودت بلدی نمیدونم بودم بلدی چجوری بلدی دست کیف منم باشو بیر پاشو بیر بزن قسم بابا تو نشستی من میگم خودت بگیریم اموش ما باید بریم بعدن میاد بیر میراشم بیر پیانو بزنم اگه نه قربونت بشم بیا بپوش آجانه باز تو اینو بده من اینو بده من اینو بدیم خاله اینو بدیم خاله آره بده به خاله اونو خاله دست شما درد نکنه خواهش میکنم حالا ببخش نه دست شما درد نکنه بریم 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 فعلا باعث خدافظ 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 ببخشید بیا مینم ببین ببخشید مامانش حواسش نبود آره من حواسم نبود حالا کی حواست هست باش تو یه جون بازم شرمنده خدا فعلا علاج مراقب خودت باش این شب تولدته به ما شام نمیدی؟ شب میام یه فکری میکنی نمیدونم شاید هم بذاریم اصلا واسه یه شب دیگه مگه تولدو میذارن یه شب دیگه؟ من میرم یه سر شرکت رویا بعد میرم دم کلاس که بریم یه دوری بزنیم من نمیدونم کارم کی تموم میشه یعنی ممکنه امروز یه جلسه داشته باشه اونو نمیدونم چقدر طول میکشه ماشین میبری؟ آره زبالارم یادت بشه بذاری دم در سلام سلام چیز خواستم آشغال رو بیارم پایین نمیدونم چرا نیاوردم چیزی جا گذاشتی؟ سویچو بازه چی؟ الان بیا در بس در بس آب برو تو من الو
من میدونی چند دفعه دارم میگیرم اتا اشغالی خو کجا میرین آقا؟ یه دقیقه آقا اجازه بده. نه ببین من همین الان انداختم تو اتوبان. خب خیلی خب میام بیستم. کجاست؟ اونجا زد بغل. کسی که نبود تو ماشینش ها؟ چی میگی؟ میگم یهو کشید بغل. میگم کلاسش همین جا بود نه؟ همین یه کوچه پایین تر. خب داره میره سر کلاسش دیگه. حامد مگه باش راحت نیستی؟ چرا حرفاتو بهش نمیزنی؟ فکر میکنی راهش اینه؟ بفهمه ناراحت میشه. میخوای بری برو. الو چطوری؟ هستی بعد از کلاس بیام یه سر پیشه؟ باشه. نه ماشین دارم. فعلا. اینجا نشسته بود اون؟ آره اونجا که تنم بود. من نشسته بودم اونجا. اون کجا بود؟ این بر نشسته بود. اینجا؟ آره اینجا نشسته بود. خب بعدش؟ اون دوستشم رفته بود تو اتاق. برو سمت اتاق. گفت اینجا چیه؟ اینجا چیه؟ اتاقه. وسایل مادرم توشه. اون عکس کیه کنار تخت؟ عکس شاگردمه. آدم عکس شاگردشو میزنه کنار تخت. اسمش چیه؟ رویا. قرار با هم ازدواج کنیم. با تو زندگی میکنه؟ نه گفتم که تازه با هم آشنا شدیم. خب گفتی چیکار میکنی؟ منظورم مادرت بود. نه خیر مرده. عرض میکردم خدمتون من کمی مینویسم کمی هم ساز میزنم. بله فرمودی. چی میزنی؟ پیانو. موضوع چیه؟ موضوع پیانو پیانو دیگه. موضوعش جشن تولده. خب این که هنوز چاپ نشده. ما فقط افسد کردیم یه چند نسخش دست دوستامونه. راجبه شبیه که تموم نمیشه. یه اتفاق بدی برای یکی از اونا میافته ولی هیچ کسی یادش نمیاد که چجوری اتفاق افتاده. بریم چیز بخوریم.
میخوام یکم اینجا باشم. خیلی خوب، بریم یه دور بزنیم، یه قهوه چیزی بخوریم، برگردیم. ما از قهوه که همینجا هم هست. بریم. بعد پرتم کردن اینجا افتادم، سرم خورد، گردنم خورد به اینجا، گردنم درد گرفت. بعد نه، وقتی افتادم گلدونم شکست، عینکم گم کردم. نه اینجا بود. کسی باید خصومتی داره؟ نه. قبلش کجا بودی؟ قبل در زدن؟ آره. تو اتاق بودم. نه، تو آشپزخونه بودم. نویسنده میگه که خب من باید چیکار کنم؟ به نظرم پایان قبلیه خیلی بهتره. آره، منم اولیه رو بیشتر دوست دارم، پایانش هم بهتره. نمیشنوم، کمش کن. چی؟ بعدش من رفتم اونجا، صدا رو کم کردم، مادر میشست اینجا نشستم. این موب سالم بود اون موقع، همینجا نشستم. بعد روی اومد پیشم. کیه؟ ایوبه، خرید کرده واسه گالری. چی خریده؟ خرت و پرت. بعد دیگه دوباره شروع کردم براش خوندن داستانم. میگه نویسنده میگه آخه من باید چیکار کنم؟ اولی گفت راهش فراموشیه، آدم باید بعضی چیزها رو فراموش کنه. نویسنده جواب داد آخه مگه دست خود آدمه؟ نفر اول ادامه داد آره فکر کنم بشه، حالا ما سعیمونو میکنیم. نفر دوم که عصبانی شده بود گفت حرف مف نزن. مأمور اول گفت نه قبل از اینا رو میگم. نه قبل از اینا رو میگم، اینا رو که 10 بار گفتی. قبل از اینا من چه تو اتاق بودم. بعد از اونجایی رو میگم که با خانم رویا حرف میزدی، نمیخواد جواب بدی بشین میگفتی. من بعد از اون دیگه زنگ در رو زدن، من رفتم در رو باز کردم. نه اینجا که افتادی و میگه ها. بیا اینجامو بگیر، بیا اینجامو بگیر، بیا بگیر. خب همینجوری منو بلندم کرد، میکشوندنم، همینجوری منو کشوندن، همینجوری منو میآوردن، کشوندنم، هلم داد اینجا. بیارش. استراحت کن، یه آبی هم به دست و صورتت بزن، شماره تماس ما رو هم که داری کاری داشتی تماس بگی. ما هم پیگیر میشیم، میبینیم اینا رو میشه پیدا کرد یا نه. بریم. من اولی فکر میکردم بری پیش مشاور سرکاری و یادت یه بار سر جریان نازنین رفتم پیش مشاوره، اینقدر فک زدم تا مخش پکید. تازه تهش نمیستم بگم دردم چیه، حرفم چیه. سخت. چی سخته؟ حرفای نه دیگه. ببین خودت میدونی که من نازنین رو خیلی دوست داشتم، ولی واقعا تهش به این نتیجه رسیدم که نمیتونم. طلاق که نشد، نتیجه که آبا جان رابطه‌ای که پیش نره به چه درد می‌خوره؟ مهمه چه جوری تموم میشه دیگه. نه
دستای تو هم که سرده. یه چیزی بپرسم؟ بپرس. دکتر چی گفت؟ هیچی. گفت باید داروهاشو بخوره، 6 ماه دیگه باید بری پیشش. چرا راستشو نمیگی؟ چرا نباید راستشو بگم؟ صدات راست نمیگه. گفت خوب میشی. آره خوب میشی. خوب میشی. واقعا چی گفت؟ گفتم که خوب میشی. چرا باورت نمیشه؟ چرا خوب باور نمیکنی؟ بگیریم یه دو قدیم همه بکنی. سرم که گیج میره دیگه اینجا رو نمیبینم. اگه تو نبینیم منم چشمانو میبندم. با چشای بسته آدم کور نمیشه، فقط همه جا تاریک میشه. بریم بریم همه رو بسیم. لطف کنید از این کیک. الو بیا پایین. تا کی کلاس داشت؟ بریم. حامد بهتر من نیام. الان وقت این کار بود با این حاله؟ چیزی نشده که. می‌خواستی چی بشه؟ یکم صاف بشه. یادت رفته دکتر چی گفت؟ چقدر جدی میگیری؟ این همه رضا اون روز شوخی کرد، من یه کلمه حرف زدم اصلا ناراحت شدم چیزی گفتم. حتما یکی از بچه‌ها شوخی کرده بعد دیده بد شده روش نشونده بگه. همین من اصلا نمیفهم فریبا واسه چی پا میشه میاد اونجا، یا واسه چی باید بیاد تو اساس کشی به تو کمک کنه. آها بس مشکل اینه. فریبا 3 ساله با من کلاس داره، کلی کتاب و وسایل پیشش داشته. تو چرا اینجوری شدی؟ شما راست رویا. نه خب آخه من باید بفهمم چرا نیست. حتی یه جایی گذاشتیمش. آره کجا بابا؟ تمام فایلایی که کار کرده بودیم هرچی ضبط کردیم اون توه. چیز مهمی نبود. هم نباشه چی میشه؟ چجوری میگی چیز مهمی نبود؟ ببین غیر از اون فایلا تمام عکسای سفرام هرچی داشتم نداشتم اون تو بوده، مهم نیست. برای چی زنگ بزنی؟ اون که اصلا تو اتاق نیومد. تو از کجا میدونی؟ فریبا خانم که دم به دقیقه شما کلاس داره. چرا باید این کارو بکنه؟ هارد به چه درد اون میخوره؟ اینشو نمیدونم. نگران نباشی، یه جوری نمیگم بهشون بر بخوره. با نکش اینو دیگه، دکتر گفته نکش نکش. همین
الان میخواستم به زنگ بزنم. نسیم کیک رو میگیره، ما هم هشت اونجاییم. کیک الان کجایی حامد؟ میگم من برای توضیح میدم، نگاه کن حامد. نه صبر کن، صبر کن، با هم میریم. الو دیگه چی شده؟ هیچی مامانی، هیچ مامانی. راست ساعت 7 برنا، دیر نکنی تو رو خدا. چش، دفعه قبلم که دیر شد زنگ زدم به مدیرش، گفتم تو ترافیک بانتون کپوش. ایراد نداره خاله جان، من میبرم امروز خودم. پس بچه هم بفرست با بچه بازی کرد. باشه مامانی، باشه. مهمونه هم برم بفرم. چشون اینو مامان حواس نداره به تو سپردم. باشه، همون ماجرای همیشه من خودم حواسم هست. الهی دورت بگردم مامانی. باشه خبرم دارم. باشه با هم پس تماس بگیر. باشه حتما. امید قرصاتو که خوردی؟ نه گذاشتم خونه، چیزیم نیست. آب داری تو ماشین؟ آب؟ نه فکر نکنم. اگه جایی آب دیدی نگهد. باشه. چرا قرصاتو همراهت نمیاری؟ این همه دکتر سفارش کرد بهت. اصلا مراقب خودت نیستی ها. میشه تمامش بابا، دو تا قرص بذار تو جیبت دیگه. میشه تمامش کنی رویا؟ خیلی خوب. دارین گوشی رو دیگه. تکیه بده تو صاف بشی. باش حالا نگر می‌دارم. آب. الان نگر می‌دارم. باش. دوستش داشتم. زومشون اولیه نکش دیگه اینو، صد بار دکتر گفته سمه باست. خب نکش. این پنجره چجوری باز میشه؟ در وسطیه، دستگیرش پایینه، بکش. نکش، برای سلامتیت خوب نیست. خودت هم مهد فکر خودت باشی دیگه. ببین
این شیر خرابه بابا، بگو رضا بیاد اینا رو درست کنه دیگه. گفتم بیاد درست کنه. بگو ظرفارم بیاد بشوره. من دارم میرم. راست میگی، اولیه بهتره. نمیشتم، برو کم کن. شیشو نه کن تو رو خدا. تو هم که دستت سرده. یه چیزی ازت بپرسم؟ بپرس. دکتر چی گفت؟ گفت باید داروهاشو بخوره، 6 ماه دیگه باید بری پیشش. چرا راستشو بهم نمیگی؟ راستشو میگم. صدات راست نمیگه. گفت خوب میشی. نه واقعا چی گفت؟ گفتم که گفت خوب میشی. چرا باورت نمیشه؟ فریبا دیگه الان همه چی به گند کشیده شده. نه بچه ها جانم، چه خبر داریم؟ بچه رشکی نیست؟ بنفشه و احسان که زنگ زدن گفتن درگیرن نمیان. اتفاقا بیرونم باد اومده، همه چی به هم ریخت. نه اینجوری نمیشه، زنگ بزنیم بگین احسان پاشه بیاد. زنگ بزنیم. تولدم بود. باید حواسم رو جمع کنم. داشتم سکره میکردم اصلا. سلام سازم پریده. فریبا اولش نبود، یادم نیست که اومد. ادمان داشت جوجه کباب میکرد، من پیش احسان بودم دقیقا همون موقعی که حسین از علیرضا فندک خواست. فندک هنو میدید؟ اما فرناز میگه تو اون موقع پیش من بودی.
ولی من پیش مونا وایساده بودم. دقیقا یادمه پرسه گفتم مینا کجاست. مینا کجاست؟ مینا طبق معمول سرش بود. پرسه میگه کنار امید بودی. جناب من آخه مگه میشه من تو این حیات چنجا باشم؟ چند بار باید بیام اینجا؟ چقدر بپرسم؟ خدا یه دیگه کنم بشه میدم میبریش تو میدید؟ خوبی؟ چقدر صرفه میکنی؟ خوبی؟ سانازی چطوری دیگه عزیزت؟ سلفی بندازیم اول بشماریم بچه ها. 10 9 8 7 6 5 4 3 اگه گفتم بزن پشتش. ببینم این قرصه که از تو کابینت برداشته. چی شده مگه؟ کی گذاشته اینجا؟ چی شده مگه؟ میگم کدوم قرصه الان دادین خورده؟ مثلا نمیدونم چی داری میگی. قرصه که من میخورده اینجاست چی دادین خورده؟ یعنی یه قرصه دیگه دادم بهش؟ آروم باش. اونو بده شما. بفرمید. دست شما در نه. ممنونم. چایم هست. در ضمن مادام من اینو دادم بدم بستر خدمتتون. هر چی باشه موبایلتون تماس گرفتم گوشی رو بر نشین شما. کاری چیز داشتین من خبرم کنیم. ممنونم. در خدمت کنیم. با اجازه. فقط یکم دکمه هاش شده. اب نداری میدوزم بس. یکی دیگه با کنار بیا اینجا ببینم. ما اونجا داشتیم عکس میگرفتیم. کیا رفتن تو آشپزخونه؟ میگم کیا رفتن تو آشپزخونه؟ هیچ کسی رو ندیدم. ما داشتیم کار میکردیم. نسا بیا اینجا ببینم. تو چی؟ کی رفت تو آشپزخونه؟ هیچ کسی نرفت تو آشپزخونه. ما داشتیم کار میکردیم. هیچی ندیدی؟ نه؟ خیلی تو هم ندیدی کی قرص خورده؟ نه؟ یه دقیقه وایس رویا. شبنم اینجا داشتی بحث میگرفتیم. تو کجا بودی؟
من همینجا پیش خودت وایساده بودم، از بیرون اومدین اینجا قهوه داشتیم می‌خوردیم. من قبل از عکسو میگم، قبل از عکسو که من پشت خودت بودم، پشت پریسا بودم، نزدیک خودت بودم. بعد تنها کسی که نزدیک اتاق بود به نظرم منا بود. تو وقتی که همه بچه‌ها بیرون تو حیاط بودم، منم تو حیاط بودم. وقتی هم اومدم موقع کیک بریدم، من پیش علیرضا و مریم نشستم. علیرضا اینجا نشسته بود. توهم زدی بابا، من اینجا نشستم، تولد بازی کردیم، بعد عکس گرفتیم که اتفاقا آنیسا هم اینجا بود. آنیسا کوشی بیا اینجا. بعد به سارنگ گفتن که برای چای بیار، گفت خودت بلند شو برو بیار. من رفتم چای بیارم که ادمون از تو اتاق اومد بیرون، گفت امیدوارش بده بیرون. نه اصلا امید موقع حالش بد نبود. من رفتم امید دیدم، بعدم رویا منو صدا کرد. من تو جوری در اتاق با هم یه حرف زدیم. چرا ببخشید، چرا اونجا با هم صحبت کردیم؟ پس من اونجا بودم. آره دیگه آره. بعد اومدم بیام دیدم احسان چیزه قزر با یه لیوان از توی کافه اومد بیرون. علیرضا مطمئنی من بودم؟ بابا چه بدم، یکی تون بودید دیگه. پس من نبودم. من از اول اومدم اینجا وایسادم، تکونم نخوردم، بچه ها گفتم بیاین یه عکس بندازیم، مگه نگفتم؟ پس چرا هیچ کسی هیچ حرفی نمیزنه؟ فرنازم که اینجا وایساده بود. من همینجا وایساده بودم. فکر کنم ساناز تو بین من و فرزانه وایساده بودی اینجا. من اونجا وایساده بودم. همینجا وایساده بودی ساناز. فرزان من و تو با هم تو حیاط بودیم. هر کی ندونه رویا خودش خوب میدونه من و رویا با هم از تو حیاط اومدیم تو کافه. بعدش من دیگه رفتم دم آشپزخونه. با علیرضا اومدیم اینجا وایسادیم. چرا همه چی یادتون رفت؟ بیا. تو اینجا نشسته بودی، منم کنارت وایساده بودم. بچه‌هام که سر جاشونن. محمد رضا هم اونجا بود. خب که بیا بر سر جا دیگه. موقع عکس انداختن تو کجا بودی؟ ول کن سنداس. بهت گفتم آروم تر بذار، دختر نفهمم، میخوام گوشی ازش بگیرم. تو انقدر حرف زدی. بله همینقدر حرف زدم. حالا موقع عکس کجا بودی؟ اونجا پیش سر جات هست. خدا اون سام اومدت تو کادر. منم چاقو رو آوردم. چلیک چلیک. بس دیگه تماش کنی. بس. من با دکترش حرف زدم، خوبه. پیش بچه ها. چرا همش همینو میگی؟ چون همینه رویا، چی بگم؟ تو چرا هیچی نمیگی؟ تو کجا بودی؟ کجا وایساده بودی؟ چند بار بگم من دیر اومدم اون گوشه وایساده بودم. تو اصلا واسه چی اومدی اینجا؟ رویا داری همه رو از خود میرنجونی. بس دیگه. خجالت نمیکشی؟ در دفعه زنگ زدم به تلفن جواب نمیدی بابا. یارو زندگی. همون خاک بر سرم. رویا عزیز دلم، برو پنجره باز کن. جونم عزیزم، آروم باش. عزیز دلم آروم باش. چیزی حامد بجوم یه لیوان آب بیار. بدو جونم عزیزم. باشه برانه برم. چی؟ توی گفتید حالا اینجا نیومده بودی؟ یعنی چی؟ از کجا میدونی پنجره چجوری باز میشه؟ الان چه وقت این حرفاست که بودیم پایین؟ خوب میفهمی منظورم چیه. بابا پنجره باز نمیشد، دستگیره چوبی داشت. حامد گرفتم. بعد از تو پیشی امید مرد. تو اینجا چه غلطی میکردی؟ ها؟ بیا اینجا. دستتو بکش. کجا بودی؟ کجا بایی سده بودی؟ عکس کجا بودی؟ تو چرا هیچی نمیشه؟ سارا میگه ماما همه رفت تو گالری. کجا بایی سده بودی؟ فکر کنی من خرم نمیفهمم داری فیلم بازی میکنی؟ من چه فیلمی دارم برای تو بازی کنم؟ تو میدونستی رویا داری میاد اینجا؟ از کجا باید میدونستم؟ میدونستی. تو به من میگی من تلفن رویا رو هم جواب ندادم، بعد چجوری بلند شدی اومدی اینجا؟ به من زنگ زد گفت بعد کلاسم هستی بیام، گفتم آره همین. فریبا ببین، من اگه اومدم اینجا برای اینکه اومدم در مورد رویا باهاش حرف بزنم، چیزی نیست، داریم حرف میزنیم. چیزی نیست عمو جان، شما بفر به کارت برید. چک خانم حالش خوب نبود، شروع کرد سرفه کردن، بعد خون دماغ شد، انقدر دوامون شد، من دوام شد. رفت پنجره رو باز کنه، نتونستن، من رفتم کمکش کردم پنجره رو باز کرد. من نمیدونستم بعدش اونجوری میشه، برای همین اصلا نگفتم به کسی.
تو برداشتی. چیو؟ چون امید داشت میمرد. فریما داشت داغون میشد. این الان داغون نیست؟ روانیش کردی حامد؟ من فقط یه ضرب و فرناز رفتم تو گالری و برگشتم. ما کی رفتیم؟ سارا میگه ما با هم نرفتیم تو گالری. چرا؟ کجا بایستاده بودی؟ دم همون تابلوه. دم همون تابلوه. شبنم تو که دیدی ما داریم میای. چرا چیزی نمیگی؟ بچه من دیدم که با سارا اومد، راست میگه. من اومدم اینجا وایستادم. من تو رو همینجا دیدم. من اونور تنها وایساده بودم، منتظر فرزانه بودم که بیاین بریم پیش رویا و فرناز که بگیم می‌خوایم بریم. بله. خوبی؟ آره. ما با همیم. از اون اول ما با هم بودیم. از اینجا با هم رفتیم تو گالری. من فقط یه لحظه تو رو ولت کردم. تو اصلا پیش من نبودی. من فقط یه لحظه ولت کردم که اونا رفتم دم کانتر چای برداشتم. همین. فرزانه ما قبل عکس کجا بودی؟ قبل عکس که با هم از توی حیاط اومدیم، گفتم بیا اینجا بشینیم، من اینجا بشینم، برو کنار. من اینجا نشستم، تو هم اینجا نشستی. یادم. احسان اومد تو بعدش. احسان اومد تو. بله بچه‌ها من اومدم تو. من رفتم تو. آقا رضا من رفتم تو. بهمن خواهد من رفتم. نه دیگه من رفتم تو دیگه. قرصارم من برداشتم. من اصلا از این مسخره بازی تو خوشم نمیاد. من داشتم از تو حیاط میومدم داخل، پشت شما بودم فرزاد خانم. از جوان تکونم نخوردم. بس دیگه. بس تماش کنی. بس. من با دکترش حرف زدم. این چی شیست؟ کجا بودی؟ چی بچه‌ها؟ چرا بچه همینو بگی؟ چون همینه رویا. چی بگم؟ تو چرا هیچی نمیگی؟ ها؟ کجا بودی؟ کجا وایساده بودی؟ چند بار بگم آخر نفر اومدم اون گوشه وایسادم. تو اصلا واسه چی اومدی اینجا؟ رویا داری همه رو از خواهی میرنجونی ها. بس کن دیگه. تو چرا هیچی نمیگی؟ کجا بودی؟ کجا وایساده بودی؟ برش باشد اومدی اینجا؟ ساعت چهار اومدی؟ رویا اومدی اینجا چیکار کنی؟ کتابا رو ببری؟ تو نبودی بس کی بود؟ از اینا تو خریدی؟ تو واسه چی واسه من اینو خریدی؟ من ماشین درست پارک کرده بودم. میدونم. دستیشو کشیده بودم. من مطمئنم ماشین درست پارک کردم بریم. مطمئنم ماشین درست پارک کردم. مطمئنم درست پارک. میدونم. آروم باش. آروم باش. حامد، تو برو خودم میارمش. تو کی اومدی؟ یه ساعتی از خوابیدی. یکم بخور. حامد و مامان زنگ نزدن. چرا زنگ زدن؟ صحبت کردم، نگران نباش. چی گفتی؟ چی گفتم؟ بیرون. یه آبی به سر و صورتت بزن که بریم. میتونی باشی؟ آره خوبم.
بپوش عزیزم بریم. چی گفت؟ هیچی. هیچی از اونجا نپرسید؟ خیلی نه، گفت بچه ها رو دعوت کرده خونه. با این حاله غریبه که نیستم، یه خورده بشین بعد بگو سرم درد میکنه باش برو تو اتاق. الان میایم پیش من، سر وضعتو مرتب میکنی بعدم با هم میریم. کاش اصلا نمیمدم. چی گفت؟ کی؟ حامد دیگه. حالا دیگه گذشته، بهش فکر نکن. البته خیلی هم فرقی نمیکرد. چی فرق نمیکرد؟ اینکه چرا اومدی یا تو این سالا نیومدی؟ خیلی فرق میکرد. کاش که میتونستم با حامد حرف میزدم. چی میگفت؟ تموم میشد برات؟ نه تموم که نمیشد، حداقل تا اینجاش نمیمدم. هر کی یه جوری تو گذشتش. من فقط داشتم میرفتم. اصلا من نمیدونم چی شد. اصلا نمیدونم. با سلیقه خرید کردی؟ بهت میاد. تو کندی از گذشته؟ اگه از گذشته حرف نمیزنم معنیش این نیست که کندم. البته نمیدونم، شاید. چیا از اون روزو یادت؟ نیقت نیمه کاره. نزدیش هیچ وقت؟ بعضی وقتا میشنومش. الو، داریم میریم سمت خونه، فکر کنم یه 20 دقیقه دیگه. باش. بیا تو. کجاست رویا؟ میاد الان. سلام. این دست تو چی کار میکنه؟ مگه بهت نگفته فریبا؟ چی باید میگفته؟ دیر نمیشه حالا میگه. این همه وقت این دست تو چی کار میکنه؟ الان مشکل من تو اونه؟ الان که دست توه که. من کجای این زندگیم ها؟ حامد! داریم حرف میزنیم، چیه؟ رفته تا لواسون برگشته دیگه. آره دیگه، رفته تا لواسون برگشته دیگه. خب مگه با کسی رفته؟ نه با کسی نه، اصلا چیزی نشده که. مگه شما به من نمیگی من هر جا میرم تو میدونی؟ رویا تو همین الانم اگه جایی میری دیگه با من نمیری. راجبه یه مرده داری حرف میزنی. میشه خواهش کنم تو توی این موضوع دخالت نکنی؟ تو به اندازه کافی گند زدی تو زندگی خودت. اگه به فکر خودت نیستی به فکر این باش. مراقب حرف زدنت باش، تمومش کن دیگه. ببینم این اصلا به تو چیزی گفته؟ باهات حرف زده؟ به در مورد سایه چیزی گفته؟ حامد! فریبا ببین، لطفا تماش کن. چیو؟ فکر من نمیدونم اون بچه که ازش نگهداری میکنی کیه؟ فریبا با تو هم
نباید میدونستم سایه کجاست. سایه؟ سایه خونه مامانم بود. خونه مامانت؟ هفته یه بار اونم یک شنبه میبرمش اونجا. یک شنبه؟ یعنی امروز؟ آره. تولدشه؟ آره. مرسی. میکنم ترک 7 یا 8 باشه، حالا پیداش کن. یالا سلام اینه خانم، احمد چطوری؟ سلام، چطوری؟ خوبی؟ خلاص؟ آقای چاکری سارا چطوری؟ خوبی؟ خوبی؟ بچه سلام رویا. اومد؟ سلام. احمد کجاست؟ یه دقیقه بیا تو. وای سرویا. حامد نمیای تو؟ رویا بچه ها میخوام برم باشیم، بیاین دیگه. باشه. فرد سایه رو میبینم، دیدی راهش فراموشی نیست. تا من آب میارم تو برو، برو از اینجا، برو. حامد با تو هم حامد راست میرم حامد با تو هم نمیشتری؟ کجا داری میری؟ بریم بالا رامین بیا.
چه خوبه دیگه، همون سایه درست همین. چی باید بهش بگم؟ تعریف کن منوش. چرا نمیذاری هیچ وقت من حرف بزنم؟ چی میخوای بگی؟ همونه که امروز دیدم. تو فقط چیزایی دیدی که دوست داشتی. دوست داشتم؟ چیزایی دیدی که دوست داشتی ببینی. همین. کاش که یکم من میدیدی. کجا؟ اونجا؟ نه، چه تو خونه.